اما کاخ سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به کووید مبتلا شده. این در جریان یک سفر انتخاباتی به لاس وگاس در ایالت نوادا رخ داده. پیش از اعلام خبر ابتلا بایدن به کووید 19، رئیس جمهوری آمریکا تا یه دو مصاحبه با رادیو یونی ویژن و یک شبکه تلویزیونی گفته بود که به رغم ادامه انتقادات درون حزبی از توان او برای اداره کشور، تا یه 4 سال آینده او همچنان به مبارزات انتخاباتی ادامه میداد. فرهاد پولادی همکارم از کاخ سفید همینک با ماست. فرهاد، از جزئیات ابتلا آقای بایدن به کووید بگو و اینکه تازه‌ترین ها درباره وضعیت سلامت رئیس جمهور 81 ساله آمریکا چیه؟ خب پیام، روز گذشته رئیس جمهور آمریکا در دومین روز سفرش به ایالت نوادا بود و در شهر لاس وگاس در حال خوشبش کردن با مشتریان یه رستوران مکزیکی بودش که بعد از اون هم قرار بودش برای یک تجمعی که به میزبانی یونیدس یو اس هستش که یک سازمان حقوق دفاع حقوق مدنی برای لاتین تبارها هستش، قرار بود اونجا سخنرانی کنه. در اجتماعشون که مدیر اجرایی این گروه در میان شرکت کنندگان آمد و خب خبر لغو این جلسه رو که قرار بود بایدن صحبت کنه را اعلام کرد. همین الان مکالمه تلفنی با پرزیدنت بایدن تموم شد و اون تأسف عمیق خودش رو از اینکه امروز بعد از ظهر نمیتونه به ما بپیونده به من اطلاع داد. همینطور که همه ما میدونیم، رئیس جمهوری در بسیاری از رویدادها حضور داشته و به تازگی آزمایش کووید او مثبت شده. خب کارن جان‌پیر سخنگوی کاخ سفید هم بعداً در بیانیه‌ای که منتشر کرد و روی سایت کاخ سفید قرار گرفت گفتش که بله، رئیس جمهور به کووید 19 مبتلا شده، واکسیناسیون شدن ایشون و همچنین دوز تقویتی یادآور هم دریافت کردن و علائم خفیفی دارن. و بعد خب بایدن به طرف واشنگتن سفر کرد و الان هم در همون ایالت دلاور که ایالت موتنش هستش حضور داره و خب فعلا که در همونجا هستش و حالا باید منتظر باشیم که خبرهای دیگه رو کاخ سفید در این مورد اعلام بکنه. فرهاد، آقای بایدن همچنان در برابر درخواست‌های کنار رفتن از مبارزات انتخاباتی برای ورود مجدد به کاخ سفید به دلیل کهولت سن که این روزها از طرف دموکرات‌های کنگره هم رساتر شده شنیده میشه و مقاومت میکنه، آیا تغییری در موضع آقای بایدن دیده میشه؟ خب رئیس جمهوری بایدن دو گروه یا دو قش که بیشتر از همه رای میدن، یکی لاتین تبارها هستش و دیگری آمریکاییان آفریقای تبار هستش. او در مصاحبه ای که با رادیوی یونیویژن که اسپانیایی زبان هستش به این مسئله اذعان کرده، یعنی به عمل کردش در همون مناظره ماه گذشته که بعد بوده و گفته که خب البته با گذشت سن و با فاگذاشتن به سن خرد من هم بیشتر شده. در شب مناظره وضعیت وحشتناکی داشتم. من از سفری که به چندین کشور خارجی داشتم خسته بودم. آمادگی نداشتم و عمل کردم وحشتناک. بنابراین مردم اکنون میگن خب این فقط یه چیز بود، اما او 81 ساله است. 84 سالگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی او 85 ساله شد چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ میفهمم که چی میگن، اما با افزایش سن خرد هم افزایش مییابه. من تفاوت بین حقیقت و دروغ، فرق بین خوب و بد و تفاوت بین اون چه باید انجام بشه یا نشه رو میدونم. رئیس جمهوری بایدن همچنین مصاحبه داشته با شبکه تلویزیونی BET که عمدتاً مخاطبینش آمریکایی و آفریقای تبار هستش. موجی ازش پرسید که خب کارشناسا میگن که کناره‌گیری کن، دوستانت هم میگن، همحزبی‌های هم میگن، ولی تا حالا بهشون گوش نکردی، کی ممکنه به تو این صحبت رو بکنه که تو رو متقاعد کنه؟ که رئیس جمهور آمریکا گفتش در صورتی که پزشکان به من بگن که تو این مشکل یا اون مشکل داری، من ممکنه تجدید نظر بکنم. این صحبت ها در حالی انجام میشه که بنا به نظرسنجی که مشترکاً توسط مؤسسه ایپسوس و خبرگزاری رویترز انجام شده، 40% از
دموکرات هایی که قراره در انتخابات شرکت کنن گفتن که بهتره رئیس جمهور آمریکا بایدن کناره‌گیری کنه و این آمار در بین کسایی که گفتن رأی میدن اما مستقل ثبت نام کردن 65%.